درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. مسئولان چند استان اماکن تفریحی را در روز 13 به در تعطیل کردند. ارتش اسرائیل از مجتمع پزشکی که شامل بیمارستان اشفا در نوار غزه است عقب نشینی کرد. خبرگزاری سپاه حکم قصاص قاتل مهران سماک را تضعیف پلیس دانست. کانون مدافعان حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 خبر داد. خبرگزاری رویترز نوشت که ایران پیش از حمله اخیر داعش به مسکو به روسیه هشدار داده بود. ده ها هزار تن در اسرائیل بار دیگر به خیابان ها آمده و علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند. اسرائیل خواهر اسماعیل هنیه رهبر حماس را بازداشت کرد. آمریکا دو پهپاد حوثی های مورد حمایت حکومت ایران را منهدم کرد و آلمان مصرف تفریحی حشیش را قانونی کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه اول اپریل 2024 میلادی برابر است با 13 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر از تعطیلی اماکن تفریحی و گردشگری در برخی شهرهای ایران در روز 13 فروردین ماه خبر داده بود، امروز دوشنبه اخبار دیگری را در این زمینه منتشر کرد. این خبرگزاری و دیگر خبرگزاری ها امروز دوشنبه 13 فروردین ماه نوشتند که اماکن تاریخی و گردشگری اصفهان، کرمان، گرگان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و سپیدان فارس در روز طبیعت تعطیل است. تعطیلی گذرهای تفریحی تهران، تمامی رستوران ها و مراکز پذیرایی گیلان و تعطیلی تمامی موزه های خراسان رضوی در روز 13 به در امسال از دیگر خبرهای امروز دوشنبه خبرگزاری های داخلی بود. روز 13 فروردین ماه که مردم بر اساس سنت باستانی 13 به در به پارک ها و اماکن تفریحی می روند، در تقویم دولتی روز طبیعت نام گرفته، اما امسال برخی مقامات محلی اعلام کردند که اماکن تفریحی به دلیل عزاداری مذهبی برای سالگرد کشته شدن امام اول شیعیان تعطیل است. وزارت بهداشت غزه امروز دوشنبه 13 فروردین ماه گزارش داد که ارتش اسرائیل از مجتمع پزشکی که شامل بیمارستان اشفا در نوار غزه است عقب نشینی کرد. این عقب نشینی چند روز بعد از آغاز یک عملیات نظامی گسترده که به ویرانی کامل بیمارستان منتهی شد صورت می گیرد. با این حال ارتش اسرائیل که عملیات خود در این مجتمع پزشکی را دقیق و با هدف قرار دادن شبه نظامیان حماس توصیف کرده، هنوز هر گونه عقب نشینی از این منطقه را تایید نکرده است. شبکه تلویزیونی الاقصا اعلام کرد که بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی ده ها جسد در مجتمع پزشکی اشفا و اطراف آن پیدا شده است. این تلویزیون گزارش داد که خودروهای اسرائیلی از مجاورت محوطه به سمت جنوب غربی شهر غزه عقب نشینی کردند. تلویزیون الاقصا به نقل از منابع امنیتی افزود که خودروهای اسرائیلی حین عقب نشینی به شدت به سوی مناطق اطراف خود شلیک می کردند. تلویزیون فلسطین هم اعلام کرد که بخش بزرگی از ساختمان های مجتمع پزشکی اشفا در آتش سوخته است. این تلویزیون افزود این مجتمع پزشکی کاملا از کار افتاد و خسارت عمده‌ای به مجموعه و ساختمان های اطراف آن وارد شد. روزنامه تایمز اسرائیل روز دوشنبه گزارش داد که ارتش این کشور از کشته شدن یک افسر در نبردهای روز گذشته در جنوب نوار غزه خبر داد. این روزنامه به نقل از منابع اسرائیلی افزود که تعداد کشته شدگان ارتش از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه به 256 افسر و سرباز رسیده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین شامگاه یک شنبه اعلام کرده بود که در ادامه بمباران‌های اسرائیل در نوار غزه تا 24 ساعت گذشته حدود 77 فلسطینی کشته شدند.
در پی اصرار شهرداری تهران بر ساخت مسجد در پارک قیطریه در شمال تهران، جمعی از اهالی محل در اعتراض به این اقدام بامداد 13 فروردین ماه در این پارک تجمع کردند. بنا به برخی گزارش‌ها، یگان حفاظت میراث فرهنگی در محل حضوری پیدا نکرده، اما نیروی انتظامی حضور پرشماری دارد. در همین حال یک مقام اداره میراث فرهنگی استان تهران از برچیده شدن حصارهای نصب شده توسط شهرداری تهران در پارک قیطریه برای ساخت یک مسجد خبر داده بود، اما این خبر هنوز تایید نشده است. این در حالی است که سخنان شهردار تهران مبنی بر ساخت مسجد در پارک ها و ادعای او درباره پارک قیطریه مبنی بر اینکه تنها تعداد نهال قرار است جابجا شود، واکنش برخی شخصیت ها و مقامات شهری را در پی داشت و سپس کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از این قصد شهرداری انتقاد کردند. یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران حکم صادر شده در پرونده مهران سماک را موجب تضعیف پلیس دانست. مهران سماک 8 آذر ماه سال 1401 در جریان اعتراضات بعد از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در برابر آمریکا کشته شد. بر اساس گزارش های منتشر شده، او در حال بوق زدن به نشانه اعتراض بود که در خودروی خود در بندر انطالی از ناحیه سر هدف شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت. وکیل خانواده سماک در روزهای اخیر اعلام کرده که دادگاه نظامی قزوین بار دیگر حکم قصاص متهم به قتل این جوان را تایید کرده، اما خبرگزاری فارس روز دوشنبه نوشت با توجه به اینکه این حادثه در حین مأموریت پلیس و در هنگام اغتشاشات اتفاق افتاده، حکمی سختگیرانه توسط قاضی صادر شده و عملا این موضوع منجر به تضعیف پلیس خواهد شد. با این حال این خبرگزاری تایید کرد که جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندر انزلی، با شلیک گلوله ساچمه‌ای موجب کشته شدن مهران سماک شده است. فارس بدون ذکر منبع خاصی مدعی شد که مسئولان قوه قضاییه گفتند که حکم صادر شده علیه متهم قطعی نیست و به علت نقص‌های متعدد قرار است که بار دیگر پرونده بررسی شود. کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه 12 فروردین ماه اعلام کرد که شهریار بیات 64 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 در شهریار با حکم شعبه 13 دادگاه تهران به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شده است. شهریار بیات 11 شهریور ماه سال 1402 به همراه زرتشت احمدی راقب، محسن قیاسی و علی رضایی با ارسال نامه‌ای از زندان اوین ضمن اعلام تداوم همراهی با مردم ایران و تاکید بر اتحاد همگانی، حاکمیت مردم و قانون و برگزاری انتخابات آزاد تا برقراری جامعه دموکراتیک در ایران را خواستار شده بودند. بر اساس اعلام کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه کیفری تهران اواخر بهمن ماه سال 1402 پست‌های منتسب به شهریار بیات در فضای مجازی را به عنوان مصداق اتهام سب النبی قرار داده و بر اساس آن حکم اعدام او را صادر کرده است. به دنبال انتشار این خبر، آرش صادقی، فعال حقوق بشر، در شبکه ایکس نوشت مدتی با آقای شهریار بیات همسلولی بوده و وی با رد این اتهام تاکید کرده بود که هیچ محتوایی تولید نکرده و این صفحات ارتباطی با او ندارند. گروه مشاور حقوقی دادبان هم در متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه 13 دادگاه کیفری تهران پیشتر با یک رأی اقلیتی لزوم صدور و اعمال مجازات اعدام علیه شهریار بیات را به دلیل توبه چند باره اون از دادگاه و پیش از آن در دادسرا منتفی دانسته و به تخفیف مجازات اعدام او رأی داده بود. وزیر آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی از برنامه وزارتخانه مطبوع خود برای استخدام 72 هزار معلم در سال جاری خبر داد و گفت که از ابتدای مهر ماه سال 1403 آموزش در پایه اول دبستان و کتاب‌های درسی جدید صورت خواهد گرفت. روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از رضا مراد صحرایی نوشت که در کنار استخدام 72 هزار معلم، 20 هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و رجایی هم به مدارس وارد می شوند. استخدام این تعداد معلم در حالی صورت می گیرد که بخش بزرگی از معلمانی که در سالهای اخیر در سیستم آموزشی فعال بودند با مشکلات فراوانی از لحاظ تأمین حقوق صنفی و یا نحوه قراردادها روبرو هستند که منجر به برگزاری
برکناری اعتراضات صنفی مستمر در ماه‌ها و سال‌های اخیر شده است. مولا صحرایی درباره تغییر کتاب‌های درسی هم تاکید کرده که اثر محسوس تغییر کتاب‌های درسی نیز در سال 1404 مشاهده خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از منبع مطلع نوشت که ایران پیش از حمله مرگبار اخیر به یک سالن کنسرت در هومه مسکو نسبت به احتمال وقوع عملیات تروریستی گسترده در خاک روسیه به این کشور هشدار داده بود. 4 مرد مسلح روز سوم فروردین ماه با حمله به تالار کنسرت کروکاس در نزدیکی پایتخت روسیه حاضران را به رگبار بستند و دست کم 144 تن از آنها را کشتند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. یک منبع مطلع به رویترز گفت که چند روز پیش از حمله به روسیه، تهران اطلاعات مربوط به یک حمله تروریستی بزرگ در داخل روسیه را با مسکو به اشتراک گذاشت. و یبدو تهران این اطلاعات را در جریان بازجویی‌ها از متهمان به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های کرمان به دست آورده بود. بیانگان عشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. اگر تا حالا برنج های متنوع را امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. خبرها را دنبال میکنیم. روز یک شنبه 31 مارس ترکیه شاهد برگزاری انتخابات محلی بود. انتخاباتی که در آن شهردارها و مدیران مناطق انتخاب شدند. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حزب او عدالت و توسعه شکستی سنگین را به ویژه در شهرهای بزرگ چون استانبول، آنکارا و ازمیر تجربه کردند، جناح اپوزیسیون موفقیتی بزرگ به دست آورد. ترکیه شامگاه یک شنبه بعد از اعلام نتایج انتخابات محلی شاهد شادی هواداران اپوزیسیون بود. طبق آخرین نتایج اعلام شده، اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق با پیشتازی کامل توانست مراد کروم نامزد حزب عدالت و توسعه را شکست بدهد و در مقام خود ابقا شود.
اعتراضات در اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و دولت او همچنان ادامه دارد. شامگاه یک شنبه 31 مارچ ده ها هزار تن در برابر پارلمان اسرائیل در اورشلیم دست به تظاهرات زدند. آنان خواهان برگزاری انتخابات سراسری تازه و همچنین کسب توافقی تازه برای آزاد شدن گروگان‌هایی شدند که همچنان در دست سازمان تروریستی حماس هستند. شبکه خبری اسرائیلی N12 در این رابطه از بزرگترین تظاهراتی خبر داد که در پی حمله تروریستی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه صورت گرفته است. شامگاه شنبه هم هزاران تن در تل آویو علیه نتانیاهو دست به تظاهرات زده بودند. این تظاهرات اعتراضی قرار است که مجموعاً 4 روز طول بکشد. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل نخست وزیر این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت نتانیاهو مناسبات اسرائیل با آمریکا را نابود کرده و سرنوشت گروگان‌های حماس را به خود آنها واگذار کرده و تصریح کرد که نتانیاهو در راه سیاست خود و نه در راه مصلحت کشور عمل می کند. نتانیاهو به نوبه خود انتقادات مطرح شده در رابطه با برگزاری انتخابات تازه و همچنین عملکرد او در راستای آزادی گروگان‌های حماس را رد کرد. به در نشست خبری گفت فریادها برتر انتخاباتی تازه، آن هم در اوج جنگ و در یک قدمی پیروزی، اسرائیل دست کم به مدت 6 ماه و به باور من حتی 8 ماه فلج خواهد کرد. به افزود انتخاباتی تازه همچنین مذاکرات بر سر آزادی گروگان ها در صورت وقفه در نبردها را فلج می کند. به باور او چنین امری به نفع حماس بوده و سبب خواهد شد که جنگ پیش از آن که اسرائیل به اهداف خود برسد پایان یابد. نتانیاهو بار دیگر بر موضع خود تاکید و در این رابطه تصریح کرد که ما وارد رفح خواهیم شد و گردان های حماس در آنجا را نابود خواهیم کرد، آن هم تنها به این دلیل که در غیر این صورت پیروز نخواهیم شد. نابودی حماس یک هدف اصلی در این جنگ است و همچنین آزادی و بازگشت گروگان ها. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل دوشنبه 13 فروردین ماه در بیانیه اعلام کرد که جنگنده های اسرائیلی به طور همزمان حدود 10 موضع حزب الله از جمله یک انبار اسلحه، مواضع پرتاب موشک و زیرساخت‌های تروریستی این گروه در منطقه رشای الفخار در جنوب لبنان را بمباران کردند. پلیس اسرائیل میگوید یکی از اعضای ارشد حماس را به اتهام جرایم امنیتی دستگیر کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این فرد خواهر اسماعیل هانیه رهبر حماس است که در قطر زندگی می‌کند. پلیس اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این زن 57 ساله که در تل شوا در جنوب اسرائیل دستگیر شده، مضمون به ارتباط با فعالان حماس است. به خود را متعلق به سازمان تروریستی می‌داند و متهم به تحریک و حمایت از حملات تروریستی در اسرائیل است. در بیانیه پلیس آمده که در جریان گیرش به خانه او، نیروهای امنیتی، اسناد، دستگاه‌های رسانه‌ای، تلفن و سایر یافته‌ها و شواهدی را پیدا کردند که حاکی از نقض جدی امنیتی علیه دولت اسرائیل است. حماس در بیانیه حمله با چاقو در منطقه قنعانه در جنوب اسرائیل که منجر به بستری شدن یک نوجوان و 2 مرد جوان شد، عملیاتی قهرمانانه توصیف کرد و خواهان تشدید مقاومت همه جانبه از سوی فلسطینیان شد. این حمله شامگاه یک شنبه در مرکز خریدی در شهر قنعانه که در مجاورت اشدود و در مرکز اسرائیل قرار دارد صورت گرفت. پلیس اسرائیل که این حادثه را تروریستی ارزیابی کرده، ویدیویی از لحظه هدف قرار گرفتن فرد متخاصم منتشر کرد که نشان می‌دهد او در تلاش برای چاقو زدن به یک افسر پلیس است که پلیسی دیگر او را با شلیک متوقف می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این ستان که 25 ساله، 20 ساله و 17 ساله هستند، در شرایط وخیمی در بیمارستان به سر می‌برند. نیروهای امدادی گفتند که تلاش بسیاری کردند که فرد 25 ساله در مسیر بیمارستان جان خود از دست ندهد. فرد متخاصم هم یک فلسطینی 19 ساله است که در پی حضور ماموران امنیتی در صحنه به ضرب گلوله کشته شد. حماس در بیانیه خود گفت که این حمله با چاقو پاسخی طبیعی و مورد انتظار به اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز یک شنبه 2 فروند پهپاد حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران را منهدم کرد.
طبق بیانیه سنت کام ساعت 8:30 صبح روز شنبه به وقت صنعا، یک پروند از این پهپادها بر فراز دریای سرخ و پهپاد دیگر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن در حالی که آماده پرواز بود منهدم شدند. بیانیه سنت کام افزوده که پهپادهای مزبور تهدیدی علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف و همچنین کشتی‌های تجاری در منطقه بودند و انهدام آنها برای حمایت از نیروهایمان تضمین آزادی کشتیرانی و امن‌تر و ایمن‌تر کردن آب‌های بین‌المللی برای کشتی‌های آمریکا، ائتلاف و تجاری لازم بوده است. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که مسکو از کیف می‌خواهد تمام افراد مرتبط با اقدامات تروریستی در روسیه از جمله رئیس سازمان امنیت اوکراین را به این کشور مسترد کند. سازمان امنیتی اوکراین بلافاصله این خواسته مسکو را احمقانه توصیف کرد و گفت که وزارت خارجه روسیه فراموش کرده که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده است. اطلاعیه وزارت خارجه روسیه با فهرستی از رخدادهایی همراه است که از آغاز حمله نظامی مسکو به اوکراین در فوریه 2022 تا کنون در روسیه رخ داده، از جمله بمب‌گذاری‌هایی که منجر به مرگ دختر یکی از ملی‌گرایان معروف روس و زخمی شدن یکی از بلاگرهای طرفدار جنگ اوکراین شد. این وزارتخانه مدعی شده که تحقیقات نشان می‌دهد که رد پای این جنایات به اوکراین می‌رسد، از جمله افرادی که در فهرست وزارت خارجه روسیه آمده واسیلی مالیبوک رئیس سازمان امنیت اوکراین است که به نقش خود در ارتباط با حملات به پلی که شبه جزیره کریمه را به خاک روسیه متصل می کند از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین اذعان کرده است. بیانگان اشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم.
بعد از دو کشور کوچک اروپایی، آلمان بزرگترین کشور اتحادیه اروپایی شد که استفاده تفریحی حشیش را قانونی کرد. صدها تن در نیمه شب یک شنبه که زمان آغاز اجرای قانون جدید جرم‌زدایی از استفاده شخصی حشیش در آلمان بود، این لحظه را جشن گرفتند. بر اساس گزارش‌ها چندین شهروند آلمانی مقابل دروازه براندنبورگ در مرکز برلین تجمع کردند و اولین حشیش قانونی خود را مصرف کردند. از امروز دوشنبه اول اپریل بزرگسالان در آلمان اجازه دارند تا 25 گرم حشیش همراه خود داشته باشند و حداکثر 3 گیاه شاهدانه در خانه پرورش بدهند. تصویب این قانون به دنبال یک بحث جنجالی در مورد مزایا و معایب دسترسی آسان‌تر به این ماده صورت گرفت. پیش از آلمان، مارک در سال 2021 و لوکزامبورگ در سال 2023 در این مسیر قدم گذاشته بودند. برنامه‌نویسان به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.